سال 2015 بود که راس اولبریخت فاندر یه وبسایت مرموز به اسم سیلک رود شناسایی دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. سیلک رود یه وبسایت میلیارد دلاری و یه مارکت آنلاین برای فروش دراگ و انواع مختلف مواد مخدر بود که توی دارک وب فعالیت میکرد. حالا سوالی که پیش میاد اینه که دارک وب یا وب تاریک چیه و چطور کار میکنه؟ اگر دنیای وب رو شبیه یک کوه یخ تصور کنیم، قله کوه که بیرون آبه همون سرفیس وب یا اینترنت نرماله که ما از اون استفاده میکنیم. یه مقدار پایینتر و زیر آب دیپ وبه. دیپ وب یه فضای آنلاین و ناشناسه که فقط با نرم افزارهای خاصی میشه به اون دسترسی پیدا کرد. و اما پایین ترین لایه دارک وب نامیده میشه که خودش یه بخشی از دیپ وبه و در صورت دسترسی به دارک وب میتونید اونجا هویت خودتون رو مخفی کنید و ناشناس باقی بمونید. The dark web is a series of encrypted networks that serve to anonymize people's use on the internet. این آقا مت سوئنسن، نماینده ویژه هوملند سکیوریتی آمریکا و متخصص جرائم سایبریه. دسترسی به دارک وب کار سختی نیست و تقریبا هر کسی میتونه به این شبکه مخفی و رمزنگاری شده دسترسی پیدا کنه. فقط کافیه که یه نرم افزار دسترسی به دارک نت رو دانلود و نصبش کنی. The most common dark web networks that we encounter right now are Tor, I2P and Freenet. Tor is by far and away the most popular. Tor یا The Onion Router معروف ترین نرم افزار یا مرورگر برای دسترسی به دارک وب. تور برای اولین بار تو سال 1990 برای US نیوی یا نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا توسعه داده شد، اما توی سال 2014 سورس اون منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت. در واقع تور مهمترین نرم افزار برای دارک وب که افراد بسیار زیادی از اون استفاده میکنن. برای که بفهمیم تور چطور کار میکنه، اول باید ببینیم که در صورت استفاده از مرورگرهای نرمال و عادی مثل کروم یا فایرفاکس چطوری به اینترنت وصل میشه، چه اتفاقی پشت پرده میفته. همه کاربرای اینترنت یه آدرس اختصاصی به اسم IP آدرس دارن که به نوعی هویت اینترنتی اونها محسوب میشه و با داشتن IP یه شخص میشه لوکیشن و بعد از اون هویت اون شخص رو دیتک یا شناسایی کرد. حالا اگر شما از یک مرورگر عادی مثل فایرفاکس استفاده کنید، زمانی که میرید یه وبسایت خاصی رو میخواهید براوز کنید، IP شما روی لاک سرورهای اون وبسایت ثبت میشه، دقیقا مشخصه که این IP چیه، کاملا شفافه و اگر بخواید کاری رو انجام بدید که نیازی به پیگیری قانونی داشته باشه، با همون IP میشه توی مرحله اول ISP یا سرویس پرووایدر شما رو شناسایی کرد و تو فاز بعدی از طریق لاک سرورهای سرویس پرووایدر کاملا میشه شخص شما رو شناسایی کرد و هویت و لوکیشن همه اینها میاد مشخص میشه. از نظر داشتن IP تور هم شبیه مرورگرهای دیگه کار میکنه، با این تفاوت که زمانی که با تور میخواین به اینترنت کانکت بشین یا به دارک وب کانکت بشین، به جای اینکه اتصال بین شما و اون سرور مقصد به صورت مستقیم برقرار بشه، تور میاد کانکشن شما رو چند ران بین لوکیشن ها و سرورهای مختلف تغییر میده. به عنوان یه مثال فرض کنیم که شما خودتون توی تهران هستیم و میخواییم به وبسایت یه شرکتی که توی اصفهان داره هاستینگ میزبانی میشه دسترسی پیدا کنیم. زمانی که تور رو لانچ کنید و به تور نتورک کانکت میشین، به جای اینکه اتصال به صورت مستقیم بین تهران و اصفهان برقرار بشه، این بسته اطلاعاتی به صورت رندوم بین چند تا مسیر مختلف، چند تا سرور مختلف که اصطلاحاً به اونها ریلی گفته میشه، جابجا میشه. مثلا بسته اطلاعاتی تو فاز اول، تو راند اول از تهران به کوپنهاگ، بعد از کوپنهاگ به هنگ کنگ، بعد مثلا از هنگ کنگ به توکیو و نهایتا از توکیو به اصفهان انتقال داده میشه. تو این شرایط ردیابی و رهگیری شما اگر غیر ممکن نباشه بسیار بسیار سخت و پیچیده است. همونطور که گفتم به این کامپیوترهایی که تو این مسیرهای مختلف قرار دارن اصطلاحاً ریلی گفته میشه. ما تو دنیا حدوداً تخمین زده میشه که 7000 تا ریلی داشته باشیم که این ریلی ها به صورت والنتیر یا داوطلب دارن کار میکنن.
همیشه آنلاین هستن و هر زمانی که شما به تور نتورک کنید یا تور رو لانچ میکنین به صورت رندوم 3 تا از این 7000 تا ریلی انتخاب میشن و از اونها برای تغییر مسیر بسته اطلاعاتی شما استفاده میشه. به نوع این ریلی ها کمک میکنن که کامپیوتر مبدع یا اوریجین به نوعی ردش گم بشه، فوتپرینت یا رد پای از اون باقی نمونه. برعکس اون چیزی که عموم مردم فکر میکنن، دارک وب صرفا جای کارهای خلاف نیست. همه آدمایی که اونجا نیستن خلافکار نیستن و یه سری افراد خوب مثل ژورنالیستا، مثل پلیسا، مثل کارگاه اینترنتی هم هر زمانی که بخوان هویت خودشون رو مخفی نگه دارن از دارک وب استفاده میکنن. ماهیت دارک وب و تفاوت اصلی اون نسبت به اینترنت اینه که ردپایی از شما باقی نمونه و اونجا میتونید هویت خودتون رو به عنوان یکی از اعضای شبکه مخفی نگه دارین و یه ترتیب بدین که شما انانیمس بشین، ناشناس بشین. هر کاری که اونجا انجام میدین کاره هست، مشخصه، ولی معلوم نیستش که شما این کارو انجام میدین. به خاطر همین فیچر یا ماهیت دارک وب که خلافکارا، مجرمین همیشه ترجیح میدن که به جای اینترنت از دارک وب استفاده کنن و این اون ذهنیت رو برای عموم جا انداخته که دارک وب صرفا مخصوص خلافکار است. اما خودمونیم دیگه، بیشتر کسایی که اونجا هستن واقعا خلافکارن. البته این رو بگم، شما در سطح دسترسی به دارک وب و استفاده از تور اینطوری نیستش که تحت هیچ شرایطی شناخته نشید، بلکه در کنار استفاده از تور و لحاظ کردن یه سری پارامترهای امنیتی باید حتما یه سری اصول بسیار مهم که به اونها مثلا اپسک یا اپریشن سیکیوریتی میگیم رو هم رعایت کنیم. ما قبلا یه ویدیو ساختیم که اونجا من کامل توضیح دادم، مثل مثال‌ها زدم، مثل هکرهای خفن، آدمای خیلی معروف حتی با وجود استفاده از تور و دارک وب هم شناسایی و دستگیر شدن. لینک اون ویدیو رو این بالا میذارم، توصیه میکنم حتما اون رو ببینید. حتی اونجا توضیح دادم که خیلی آدمای خفن، خیلی هکرهای معروف چطوری گیر افتادن. اگه به این موضوعات علاقه من هستی، اگه میخواین ببینید اپسک چطوری کار میکنه، حتما این ویدیو رو ببینید. و علاوه بر اون من توصیه میکنم که تحت هیچ شرایطی سعی نکنید وارد دارک وب بشین. حالا کنجکاوی اینا زیاد نکنید چون ممکنه که کار دست خودتون بدید. اما اگه در هر صورت نتونستید جلوی خودتون رو بگیرید، اگه خیلی کنجکاو بودید، اگه این حس کنجکاوی شما رو رها نمیکرد و دوست دارید که برای یک بار هم شده برید دارک وب رو ببینید، ما یه ویدیو قبلا ساختیم به اسم دسترسی امن به دارک وب، یا فکر کنم عنوانش این باشه که چطور تونستم توی دارک وب ناشناس بمونم. من لینک این ویدیو رو اینجا گذاشتم، حتما این ویدیو رو ببینید. و اینکه ما یه پلیلیست کامل با عنوان دارک وب داریم، لینک اون پلیلیست رو هم توی دیسکریپشن میذارم. اگر به دنیای مرموز و رازآلود دارک وب علاقه من هستین، ویدیو این پلیلیست رو ببینید و اصول خوبی اونجا هست. بدرود و به امید دیدار توی اپیزودهای بعدی.